سلام و درود بینندگان عزیز، 23 دکبر برنامه خبری امروز است. با شما هستم شهرت رحمت الله و حالا توجه کنید به سرخط خبرهای امروز. جریمه بستن ساکنان بحر چیست؟ پر کردن بودجه دولت یا پرداخت قرض برقی تاجیک؟ روسیه در تاجیکستان با 30 میلیون دلار مکتب‌های روسی می‌سازد. بازداشت کارمند ریاست وزارت کارهای داخلی با اتهام قلابی، نظارت سخت شده است یا کارمندان به حمایتگر ماندند؟ بعد از تشکیل گردیدن گروه مخصوص، سنجش خانه و کارخانه ها در تمام مناطق کشور جریان دارد. ساکنان شهر خوجند و اطراف آن از آن شکایت دارند که در برابر پرداخت هر ماه مبلغ برق باز آنها را جریمه می کنند. چند نفر از ساکنان شهر خوجند به شرطی برده نشدن نامشان به ازدو تیوی گفتند. ما هر ماه مبلغ برق را پرداخت میکردیم، حتی تا آخران درمش را میسپاریدیم. بعدی تشکیل کمیسیه کارمندان برق آمده با بهانه ویران بودن حساب کنه که برقی ما را جریمه بستند. با گفته ساکنان، نمایندگان برق و دیگر مقامات در دستشان یک تجهیزات است که گویا انتقال غیرقانونی برق را معین میکند. با گفته این منبع، روزانه به خانه آنها آمده اند که در خانه کسی نبوده است و همه از پس کار زندگی بودند. ناظران برق بعد از سنجش ادعا کردند که حساب کنک خوب کار نمیکند. این ساکن میگوید او و همسایه هایش را به آن متهم کردند که گویا برق را غیرقانونی دزدیده استفاده میبرند. هم صحبت ما چنین گفت. وقتی آمدن آنها در خانه کسی نبود، حتی ما پیش از خانه برآمدن برق خانه را به پورگی خاموش میکنیم. آنها ادعا دارند که گویا ما برق دزدی داریم. نه تنها یک خانه ما، بلکه دیگر همسایه ها را نیز چنین کردند. با گفته منبع، این اتهام در حال است که حالا تمام حساب کنک ها در بیرون نصب کرده شده اند و یگان نفر چنین امکانی دزدی ندارد. در ادامه منبع ما قید کرد که کارمندی مقامات و برق باز دیگر راه را پیش گرفته، میگویند که پلمبی حساب کنک ها کنده شده است یا کار نمی کند و باید آن را به لابراتوری برید. در اصل حساب کنک ها در اختیار ناظران برق و رئیسان بنا هستند، ولی مردم را به هر بهانه جریمه می کنند. منبع از دو تیوی می گوید که نمی دانیم به کجا شکایت بریم، چون ما را با هر بهانه های ساخته جریمه بندی دارند. با گفته ساکنان، مبلغ جریمه از 1,500 سامانی شروع شده، هر خانه را جریمه گوناگون می‌بندند. یادآور می‌شویم که با دستور حکومت تاجیکستان در جمهوری روز 10 دکبر سال روان، ستاد یگانه جمهوریوی آید به نظارت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق و آشکار نمودن حالت‌های پیوستشوی غیرقانونی به شبکه‌های برقی تأسیس داده شد. در ناحیه یوان یک جوان 21 ساله را با اتهام اوباشی به 3 سال زندان محکوم کردند. در حکمنامه سودی ناحیه گفته شده است که شهروند 21 ساله زاده ناحیه یوان کوچه عبدالرحمن جامی احسانوف اسفندیار با ماده 237 قسم 2 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با محروم ساختن از آزادی به مهلت 3 سال جزا داده شود. بند ب قسم 2 ماده 237 اوباشی از جانب شخصان یا گروه شخصان با مصلحت پیشکی یا متشکل یا تکراران را در نظر دارد. ادای مهلت جزای این جوان در مؤسسه های اصلاحات نظامش سخت مقرر شده است، اما خشاوندان جوان به حکم سود روزی نیستند و ادعا دارند که او را غیر عادلانه محاکمه کرده به قول گاوسود کردند. یکی از پیوندان نزدیکی احسانوف اسفندیار به ازدو تیوی گفت که مفتش عریضه را تغییر داده به دادرس نشان داده است. ماجرا به قول پیوندان این جوان محکوم شده از آنجا سر زد که کودکان هنگام بازی در کوچه دست یکدیگر را گزیده اند. این باعث شده که بین دو آیله ماجرا سر بزند و دیرتر مردی همسایه این جوان را یک شپاتی زده است. پیوندانش میگویند تنها پس از زدن شپاتی او خود را نگه داشتن نتوانسته ضربه جوابی میدهد. مردی همسایه پس از این بسر جوان سلاح میکشد و تهدیدی پراندن میکند. منبع ما میگوید شاهدان تمام این ماجرا را دیده اند و او در حیرت است که چیگونه
با وجود سلاح کشیدن او باز از بالای اسفندیار به پلیس شکایت برده است. و آیا با خود سلاح داشتن این مرد قانونی است؟ اکا جان دو گوده که گفتم که دو گوده که راه نمیگردن همی اولش نقل کنم ده همی بیرون بوزی کردن چکر کردن پیش پا دیزده همو دو گودک ایش دست ایشا گازی ده او چای همسایه مو برمده هم یک میتاجی که زنی هم مرده که در بزر کور میکنن برمده جان کردیم بگو بگو کردیم شوش برمده گپوی گنده گفته گپوی بزیب گفته زنه کورا یعنی شویدو همش همی ایدومی خمونه همسایه خمونه همش ده همو بیرم همی بگه چه خیلو خواه همه بیرم میره همجا میشینه گنرالی میره و پراکاتورا سوتی اولی میره میگه مو میرم شویدی میتم ای خمو ستو پرسته این وری دارن که گوده گناهگار نسته ای گوده که پروسا پول دادن این خیلی مخکم کردن گو سود کردن شد. مردی همسایه که تقریبا 45 سال دارد ساتور نام داشته ولی منبع از دو تیوه نصبی او رو نمیداند گفت او در بازار نگهبان کار میکند به قول پیوندان مفتش پرونده را یک جانبه و بدون آنکه گفته های شاهدان را بیارد آن را به دادگاه برده است. آنها میگویند حالا وکیل دفاع کرایه کرده اند و از بالای مفتش نیازوف کامل به دستگاه پرزیدنت و دادستان کل شکایت بردند. حالا جواب این دو نهاد را منتظرند و امید دارند که اسفندیار آزاد میشود چون به قول آنها او گناهی ندارد. اما در این قضیه نظری مفتش و جانبی دیگر دسترس نیست. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان از بازداشت یک کارمندی وزارت کارهای داخله با اتهام قلابی خبر داد. در یک هفته سپری گردیده این دومین کارمندی ساختارهای قدرتی است که با چنین اتهام دستگیر می شوند. بنا به اطلاع سامانه اگنتی ضد فساد و کلاهداری کلان اپراتیوی آید به کارهای مخصوصا مهم شعبه مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان خالوف شرفگان شیرالیویچ با استفاده مقام خدمتی با راه قلابی تصرف نمودن مال و ملک غیر ماهی ینوری سال 2020 از شهروند سفاروف فی‌اس مبلغی 8000 دلار آمریکایی طلب نموده آن را توسط شهروند براتوف MT گرفته است. گفته می شود خالوف شرفگان این مبلغ را به خاطر از تفتیش پیشکی آزاد کردن پسر سفاروف فی‌اس سفاروف افه که نسبتش پرونده جنایتی باز شده بود و مورد تفتیش پیشکی قرار داشت تطبیق نمودن چاره پیشگیری در نمود زبان خط درباره ترک نکردن محل استقامت میگیرد. در ادامه گفته شده است که خالوف شرفگان شیرالیویچ این چونین بار دوم ماه اپریل سال 2020 از شهروند سفاروف FS برای در دایره پرونده جنایتی در سود ولایت ختلان قرار داشته تعیین نمودن جزای جریمه نسبت پسرش سفاروف افه باز مبلغ 2000 دلار آمریکایی طلب نموده از خود کرده است. ولی تا حال نظری بازداشت شده و نزدیکانش در این مورد دسترس نیست. نسبت خالوف با ماده 247 قسم 4 بندی ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده آن بعدی انجام تفتیش پیشکی برای بررسی به سود ارسال کرده شده است. روسیه برای تعمیر و ساختمان‌های مکتب‌های روسی در تاجیکستان 30 میلیون دلار جدا کرده است. این مبلغ ها برای ساختمان و تأمینات مالیوی و تکنیکی مؤسسه های تعلیمی که تحصیلات در آنها به زبان روسی راه اندازی شده است روانه می گردد. بنا به اطلاع سامانه معلومات حقوقی روسیه میخائیل میشوستین سروزیر روسیه قرار جدا گردیدن 30 میلیون دلار را امضا نموده به وزارت امور خارجه روسیه دستور داده است که حکومت تاجیکستان را در این باره خبردار کند. همچنین گفته می شود که وزارت مالیه با بنیاد استوارشوی و رشد اوراسیا ترتیب گذرانیدن مبلغ این چنین پرداخت این مبلغ از بودجه دولت روسیه را تأمین می کند. در نظر است از این مبلغ قسم اولی آن در حجم 3 میلیون دلار باید تا آخر همین سال تقدیم گردد. قسم دومی آن در حجم 27 میلیون دلار در سال 2021 جدا کرده می شود. در قرار همچون ذکر گردیده است که این مبلغ ها به مکتب ها در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه، کولاب، خوجند، باختر و تورسونزاده داده می شود.
در بریتانیای کبیر نوی ویروسی کرونا کشف شده است که احتمالاً سرعت پنشوی آن بیشتر از سرعت ویروسی شناخته شده فعلی می باشد. در انتشار این نوی کرونا ویروس در بریتانیا، حکومت در روزهای جشن سال نوی میلادی محدودیت های شدیدتر جاری کرد که این قرار به حیات بیش از 20 میلیون نفر در بریتانیا و ویلز تأثیر می رساند. وزیر تندرستی بریتانیا متیو هنکاک روزی دوشنبه 14 دکبر گفت هیچ دلیل وجود ندارد که ویروسی تازه کشف شده نسبت به نوعهای قبلی خطرناکتر باشد و یا واکسینه کرونا به آن تأثیر نرساند. هنکاک با اشاره به این که هفته گذشته در لندن و بعضی شهرهای دیگری بریتانیا افزایشی با سرعت گرفتاران این ویروس مشاهده شده است گفت: ما هزاران حالت این نمودی نوی کرونا را به قید گرفتیم که اکثریت آنها در جنوب بودند، اما دست کم 60 مرکز سلامتی منطقوی دیگر نیز این نمودی ویروس نو را ثبت کردند. وزیر تندرستی بریتانیای کبیر با یادآوری از آن که حجم دقیق این مسئله هنوز مشخص نشده است میگوید که حکومت او در این باره به سازمان جهانی تندرستی خبر داده است و مرکز پورتون داون در این زمینه تحقیقات مفصل را نیز آغاز کرده است. خبر کشف نوی کرونا ویروس در بریتانیا در حال اعلام می شود که تزریق واکسینه کووید 19 در این کشور آغاز شده است. گزارش ها درباره انتشار کرونا ویروس در بریتانیا و بعضی دیگر کشورها از جمله اسپانیا، نیدرلند و دانیا موجودند. اما ظاهراً فرقی بین نمودهای نوی به قید گرفته شده در بریتانیا و دیگر نمودهای ویروس سرعت بلند انتقال آن می باشد. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه azda.tv مطالعه کنید. اگر مطلب و پیشنهاد یا عکس و نوار دارید با ما طریق پشت الکترونی تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو به رقمی زیر بفرستید. حتما تگمچه لایک رو پخش کنید و پیوند ویدیو رو به دیگران بفرستید. خیر، تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.